شمار از اعضای مشان جرگه و اعضای ائتلاف پارلمانی اصلاح طلبان میگویند بانک هر نوع اقدام را برای حل بحران انتخابات در جرگه میپذیرند، اما فیصله نهایی کمیسیون مستقل انتخابات نمیتواند این مشکل را پایان بخشد. این در حال است که روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات نو عضو جرگه را حذف و نو تن دیگر را جایگزین آنان اعلام نمود و تاکید کردند که فیصله این کمیسیون تغییر ناپذیر است. معاون اول مشران جرگه و شماری از اعضای گروه پارلمانی اصلاح طلبان در حالی که ایجاد محکمه ویژه را غیر قانونی میدانند میگویند، هرچند رئیس جمهور فیصله نهایی در مورد جنجال انتخاباتی را به کمیسیون انتخابات سپرد، اما این کمیسیون نتوانست تا به صورت درست از عهده این مسئولیت بیرون شود. مردم افغانستان به اجراءات نیاز دارند. شورای ملی باید در چوکات قانون قانون تصویب بکنه، نظارت بکنه و به مشکلات مردم رسیدگی بکنه. متاسفانه که ولسی جرگه در طول 6.5 ماه گذشته به جای از اینکه به مسئولیت‌های اصلی خود رسیدگی میکرد، اینا درگیر مسائل با محکمه و با کمیسیون مستقل انتخابات و با حکومت بودند. دوی با د قانون اساسی او د انتخابات و د قوانینو همدارنګه د افغانستان د مرواج قوانینو احترام وکوي، دغه په چوکاټ کې خپل پریکړه ورکوي او موږ به دغه احترام کوو. لیکن وچ ګورو متاسفانه ډیر داسې معیارونه په نظر کې نه دي ساتل شوي، یعنی هغه کسان چې مخکې د محکمې په پریکړې پلیس کې نه و اوس پلیس کې راغلي دي. آنان در حالی که فیصله کمیسیون مستقل انتخابات را نمیپذیرند میگویند این فیصله نه تنها مشکلات موجوده را حل می نماید بلکه باعث بحران بیشتر نیز می شود. ما امیدوار هستیم که فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات به این معضل نقطه پایان بگذاره و ما بریم به طرف اجراءات قانونی و به طرف یک ثبات در اداره دولت افغانستان. په مشترکه باندې کار وکړو چې ملي انګیزې ته کار وکړي، پرې نه ږدي چې افغانستان د وړو وړو شیانو قرباني شي. په لحاظ زه فکر کوم چې د اوسنۍ کومه پریکړه چې ده، دا به د افغانستان بحران او د انتخاباتو بحران بیا هم حل نه کړي. این در حالی است که روز گذشته بعد از یک سال تنش بر سر انتخابات پارلمانی سال گذشته، کمیسیون مستقل انتخابات نوتن از اعضای کنونی مجلس را اخراج و اشخاص دیگری را به جای آنان برنده اعلام نمود.